آیتم های در الدنرینگ رینگ وجود دارن که ویژگی مخفیشون باعث میشه بتونین بعضی از استت خاص بازی رو تقویت کنین تا بتونین خیلی سریعتر استت لازم واسه استفاده از اسپل و یا سلاح های مخصوص بازی رو به دست بیارین و در نتیجه خیلی زودتر از آیتم های شگفت انگیز بازی استفاده کنین در این ویدیو از الدنرینگ رینگ به سراغ همین آیتم ها میریم که بیشترشون واسه کسایی که از اسپل های بازی استفاده میکنن میتونه خیلی به درد بخور باشه بذارین با کلاه خودای شروع کنیم که واسه اون دست از پلیرهایی که از سورسری های بازی استفاده میکنن عالین اولین آیتم در این قسمت از نقشه وجود داره که میتونین از این گریس پوینت خیلی ساده به این صورت بهش برسین مکانی به نام ایمپیلرز کرکامز وقتی گریس پوینت مربوطه رو فعال کردین مسیرتون رو رو به جلو ادامه بدین و پنشیش تا از این دشمنایی که سر راهتون ظاهر میشن و بکشیم. این کار رو اگه لازم بود با استراحت کردن در گریس پوینت غار همینطور تکرار کنین تا در نهایت بعد از کشتن یکی از این موجودات بتونین این کلاه خود این رو از اشلو

این کلا خود نقطه ضعف خاصی نداره و دو تا به استات اینتلیجنستون اضافه میکنه که میتونه تقویت خوبی واسه اوایل بازی باشه اما خب اگه حوصله کشتن این ماسترا رو ندارین و یا کلا از کلا خود خوشتون نیومده و یا حتی اگه بد شانس هستین میتونین برین سراغ آیتم بعدی که میشه در آکادمی رایا پیداش کرد اگه هنوز به این منطقه دسترسی پیدا نکردین میتونین کلید آکادمی و در این قسمت از نقشه کنار اژدها لوت کنین و بعد به منطقه وارد چین. حالا از این گریس پوینت به این صورت برین سمت چپ و به دیوار ضربه بزنین تا یه راه مخفی واسهتون باز شه حالا بازم مسیرتون رو به سمت چپ ادامه بدین از این سنگا برین بالا و آیتم مورد نظرتون رو از اینجا لود کنین اویویس گوینستون کراون دقیقا مثل آیتم قبلی این آیتم هم استت اینتلیجنستون رو تقویت میکنه با این تفاوت که این دفعه بهش سه تا اضافه میکنه اما خب یه ای آیتم بهتر در همین اکادمی رایا لوکاریا وجود داره که پیشنهاد میکنم برین سراغ این یکی واسه گرفتنش کافی از این گریس به این صورت مسیرتون رو به جلو ادامه بدین و بعدش برین سمت چپ و از پله ها و دشمن های رو مخ عبور کنین از اینجا خودتون رو بندازین پایین و در نهایت بپرین روی سقف این خونه سقف و ادامه بدین تا در آخر به یه نردبون برسین بعد از اینکه ازش بالا رفتین همینطور برین جلو تا به یه بون بست برسین از اینجا برین سمت راست و دوباره روی سقف یکی از خونه های آکادمی فرود بیاین حالا از سقف خونه های مقابلتون مثل پله برین پایین و در نهایت به این سقف دایرهای برسین از پنجرش برین داخل و خودتون رو خیلی با دقت بندازین پایین و کلید اضافه ی آکادمی و. اگه دوست داشتین لوت کنین و در نهایت به این صورت بازم برین پایین تا به بیرون قلعه دسترسی پیدا کنین در سمت راستتون خرچنگی وجود داره که باید با تمام قدرت بزنین ناکارش کنین بعد از کشتنش آیتمی به نام توین سیج گوینستون کراون واسهتون دراب میکنه که با پوشیدنش میتونین 6 تا به استت اینتلیجنستون اضافه کنین اما خب از اون طرف مقدار کمی از خون و استقامتتون رو هم کم میکنه پس میتونین کمی بدتر ازش استفاده کنین اما اگه در همون اول بازی میتونین جایگاه و فاصله خودتون رو با دشمنا و باس ها به خوبی حفظ کنین میتونین همین الانش هم ازش استفاده کنین اما بریم سراغ آیتم های بعدی که واسه پلیرایی که از استات فیف بیشترین بهره رو میبرن میتونه مفید باشه پس اگه از ویدیوهای الدن خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین اولین آیتم رو میتونین خیلی راحت در قلعه ستورم ویل پیدا کنین واسه این کار بگین در اصلی و واسه باز کنن خیلی با دقت از تیرهایی که به سمتتون پرتاب میشه جا خالی بدین و این گریس پوینت رو فعال کنین حالا خیلی ساده میتونین با رفتن به بالکن آیتمتون رو لوت کنین یعنی کمنرز سیمپل گراب که یه دونه به استت فیستون اضافه میکنه اما آیتم بهتری به نام رولرز ماسک در بازی وجود داره که اینو هم میتونین در اوایل بازی به دست بیارین مکان دقیق که در این قسمت از نقش است واسه رسیدن بهش میتونین از گراند لیفت of دکتس استفاده کنین که در این ویدیو نحوه فعال کردنش رو توضیح دادم و بعدش به این صورت به این گریس پاینت برسین از اینجا بدون فایت دادن با هیچ دشمنی به این صورت میتونین ماسکتون رو از این محموله که در اینجا قرار داره لوت کنین که بازم یه دونه به استت فیستون اضافه میکنه جمعا دو تا لول به فیس که میتونه در اوایل بازی به دردتون بخوره اما اگه کلا با اسپل های بازی حال ها نمیکنین یه ای آیتم دیگه در همون قلعه استورمویل وجود داره که استت خونتون رو واسطتون تقویت میکنه و اون چیزی نیست جز کریمسن هود اما قبل از گرفتنش یادتون باشه باید ساید کوست کوتاه رودریکا رو انجام بدین تا در نهایت به راوند تیبل هولد بیاد اگه هنوز این کار رو انجام ندادین میتونین از این ویدیو استفاده کنین که لینکش رو در دیسکریپشن تون قرار میدم اما بعد از انجام این کار میتونین از این گریس پوینت به این صورت مسیرتون رو با نادیده گرفتن دشمنو ادامه بدین تا در آخر به یه چند دست و پا برسین از اینجا اول برین سمت راست و بعدش به اتاق سمت چپ وارد چین تا به چند تا سگ روماخ برسین آیتمی که در بالای جسدها قرار داره رو لوت کنین تا کریمسن هود رو به دست بیارین این آیتم یه دونه به استت ویگر یا خونتون اضافه میکنه و بهتون حس شنل قرمزی رو میده که شاید دوست داشته باشین اما خب بریم سراغ آیتم بعدی که مخصوص پلیرایی که از نبردهای تن به تن لذت میبرن و یا پلی استایلشون مثل اساسین ها میمونه و بیشتر به استات دکستریتی وابسته واسه گرفتنش باید به این قسمت از ماونتن تاپس آف جاینت بیاین و در این قسمت از نقشه اینویدری که ظاهر میشه رو بکشین تا هم های ریورز آف بلاد رو به دست بیارین و همچنین ماسکی به نام اوکینا این ماسک سه تا به استت دکستریتیتون اضافه میکنه اما اگه بیلدتون بر پایه لاس هستش و یا از اشاواری که بهتون استت بلادلاس وارد میکنه استفاده میکنین میتونین آیتم وایت ماسک رو بگیرین که وقتی دوچار این استت میشین قدرتتون رو از چیزی که هست هم کلی بیشتر میکنه واسه انجام این کار اول باید سایت کوست وارد رو انجام بدین و به ماگوین پلس وارد چین که با دیدن این ویدیو میتونین هم با انجام کوست لاین و هم یه راه دوم با وارد شدن به این منطقه آشنا بشین حالا باید با سه تا ان که بهتون حمله میکنن فایت بدین. اولین حمله دقیقا در این قسمت اتفاق میافته و حملات بعدی هم در همون دور و بر وقتی به اینجا رسیدین اولین حمله رو شروع میکنین و NPC رو از پا در میارین حالا کمی به شمال شرقی برین تا یه درخت طلایی که بهتون گلدن سید میده رو ببینین حمله دوم در نزدیکی همین درخت اتفاق میافته بعد از مغلوب کردنش واسه آخرین بار در این قسمت که در همون نزدیکی درخت هستش پشت یه ستون ظاهر میشه که حالا میتونین بزنین نفلش کنین و آیتمایی که واسه دراب میکنه رو لود کنین یکی از این آیتما وایت ماسک هست که قدرتتون رو وقتی دچار استت بلادلاس شدین واسه تون کلی افزایش میده به این صورت که اگه قدرت سلاحتون 650 باشه و بعدش خودتون رو دوچار استت بلادلاس لاس بکنین به طور عادی این قدرت به 680 میرسه اما حالا اگه برین و از وایت ماسک بعد از دوچار شدن به بلادلاس استفاده کنین میبینین که قدرت سلاحتون شده 748 تقریبا 100 تا به قدرت اتکاتون اضافه میکنه حالا میتونین برین و دمیج سنگینی و با استفاده از این بیلد به دشمن رو وارد کنین اما حالا بذارین بریم سراغ آیتمای که استات استرنگس رو تقویت میکنن یکیشو میتونین در همون اول بازی و دومی رو هم میتونین در عواست بازی پیدا کنین مکان اولین آیتم که بذارین بهتون بگم ممکنه کمی رندوم باشه در این قسمت از نقشه قرار داره که میتونین از این گریس پوینت به این صورت بهش دسترسی پیدا کنین غاری که در اصلیش پشت صخره ها پنهان شده بعد از وارد شدن بهش دقیقا مثل آیتم اول باید موجوداتی که در انتهاش قرار دارن رو بکشین تا شاید واسه کلاه خود فنگد رو دراب کنن که دو تا به استت استرنگس اضافه میکنه اگه دوست دارین همزمان با دو تا سلاح به دشمناتون حمله کنین و یا از استفاده کردن از گریت سورت های بازی لذت میبرین میتونه بسیار واسطون مفید باشه اما آیتم دوم که کمی بدتر میتونین بگیرینش در لیندال رویال کپیتال دقیقا در این قسمت کنار کلیسای مرکزی قرار داره از اینجا به این صورت راهتون رو دنبال کنین و از روی این سقف بگذرین و در نهایت از این نردبونه کوچولو بالا برین بعد از انجام این کار یه مینی باس در انتظارتونه که بعد از این که کشتینش به طور قطع بهتون آیتم مربوطه رو میده یعنی اومنس مرک ماسک که بازم دو تا به استرنگستون اضافه میکنه تقویتش خیلی زیاد نیست اما خب ظاهر مارگیتیش قشنگه اگه میخواین ویدیوهای بیشتری از الدن رینگ ببینین ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنین با کلیک روی صفحه میتونین با تالیسمن های لجندری بازی آشنا بشین تا این تقویت ها رو به حد اعلا برسونین توی ویدیو بعدی میبینمتون فر